سلام، امیر حسین صدیق هستم، کتاب باز. من همیشه به این فکر میکردم که چجوری میشه مردم رو تشویق کرد به کتاب خوندن. آخ به زور که نمیتونیم زورشون کنیم که کتاب بخونین، آمارمون پایینه. در این مدت هم که پاتوق کتاب باز رو انداختم، خب دغدغه ذهنی مثلا این شده که آخه چی کار کنیم که مردم متوجه بشن. بعد به این نتیجه رسیدم که چقدر کمپین ما داریم، کمپین های مختلف در مورد امور خیریه، کارهای فرهنگی و البته اخیراً گفتم اجازه کمپین میشود گفت پویش کمپین، کلن این که مردم داره هم جمع میشن و معمولاً مثل تمام دنیای چهره معروف، حالا ورزشکار میتونه باشه، هنرمند، هنرپیشه، آدم های محبوب شرکت میکنن، سفیر میشن و اون پیام فرهنگی یا امر خیریه رو یا اون مسئله ای که مسئله اون کمپین هست و ترویج میدن و تشویقش میکنن. باز خیلی حرف زدم برای اینکه بگم مهمون امشب پاتوق کتاب باز یکی از دوستانی هستن که به شدت در کمپین های خیریه و فرهنگی مختلف شرکت کردند و سفیر چندین کمپین هستند و به شدت هم کتاب خان و کتاب باز هستند. اینجا پاتوق کتاب باز. سوال امشب، شاخصترین اثر شیخ بهایی کدام است؟ 1. تذکرت الاولیا، 2. جامع عباسی. برای پاسخ عدد گزینه مورد نظر رو به شماره 35000 ارسال نمایید. مهمون امشب ما خانم پرستو ساله ای هستن. خیلی خوش اومدید. سلام به شما و سلام به بیننده های خوب برنامه‌تون. خیلی خوشحالم که منو دعوت کردین، چون برنامه قبلی رو می‌دیدم، این منتظر بودم خلاصه که دعوت بشم. برنامه رو پس دیدین؟ بله. چه نظری، پیشنهادی، چی کجاشو دوست داشتین؟ به نظرم خیلی برنامه خوبیه. خیلی بعضی فضا و دکورش نداریم. به نظر شما اکشن لازم دارین؟ خب هر برنامه‌ای من فکر می‌کنم که خط مشیش مشخصه، این برنامه جنسش این شکلیه و من واقعا خیلی دوست داشتم هم اجرای شما رو، هم دکورتون رو، همه چی اتفاقا سر جاش بود. آره دکورتون هم خیلی جالب. تشویق شدین به کتابخونه با دیدن این برنامه؟ آره خب آره، و یه جایی هم آدم خجالت میکشه دیگه، میگه ای وای ما چرا انقدر کمتر کتاب میخونیم. آها، آدم احساس عذاب وجدان. آره عذاب وجدان میگه، اصلا کتاب خونه آدم میبینه عذاب وجدان میگه. ما البته یه بخش خیلی اکشن اینجا داریم که به مهمونامون نشون میدیم. دستگیرش اینجاست، ببینید این بخش اکشن برنامه ما همین قسمته. بعد پذیرایی کنم ازتون، چرنگی شربت میذارین؟ فرق نمیکنه. این پرتقال خوبه، پرتقال دوست داره، ویتامین C داره. به به. خانم ساله‌ای، من که میدونم ولی برای دوستان میگین که شما چند جا سفیر کمپین های خیریه مختلف هستید. خیریه که در واقع نمیشه گفت، در واقع کارهای خیریه. آره نه، بیشتر کارهای حالا درمانی و پیشگیری و این ماجرا هست. چی هن برای ما؟ یکی که در واقع بحث اهدای عضوه که خیلی واقعا اطلاع رسانی لازم داره توی فضای در واقع سفیر رسانی. هستین سفیر کمپین اهدای عضو هست. بله یکی اهدای عضوه ارزم به خاطر ولی زیاده، ولی اون دوتا در واقع رشته ای رو که بیشتر دارم خیلی جدی دنبال میکنم، یکی مبارزه با دخانیات، سیگار و قلیمون ممنوع. خیلی ممنوع. ربطی به اون کمپینی که ما هم توی شرکت کردیم که
قلیان ها رو تبدیل به گلدان کنیم. بله اینم داره دیگه، مبارزه با دخانیات. بله 100%. مبارزه با دخانیات و اهدای عضو خب خیلی جدی تر دارم بهش میپردازم دیگه، چون خب به هر حال همه رو نمیرسه. من ترجیح میدم یه کاری رو از صفر تا صدش رو درست انجام بدم. آفرین آفرین. به نظر شما چرا اصلا یه همچین فعالیت هایی لازمه، یا چه وظیفه‌ای به دوش شما یا هنرمندا یا آدم های معروف، چهره ورزشکار این هست که یه همچین فعالیت هایی بکنن؟ چرا؟ وقت اضافه دارین؟ اعصاب دارین؟ آره یه سری دوستان که میگن حالا تو فضاهای مجازی که شماها بیکارین. بیکار که خب آره یه تایمایی که سر کار نیستیم که واقعا وقت اضافه خب داریم. به جای تلف کردن وقت و یه چیزی که من حالا بارها تو مصاحبه ها گفتم، من غلامرضا تختی رو، جهان پهلوان غلامرضا تختی رو همیشه مثال میزنم. ما از آقای تختی مدال آورتر داشتیم، تو عرصه کشتی موفق تر داشتیم، ولی چرا تختی تختیه؟ تختی تختی نیست فقط به واسطه مدال گرفتن و کشتی گرفتنش، به واسطه اخلاقیاتش، به واسطه اینه که وقتی که حالا این چیزی که من شنیدم از گذشته و خیلی برام اهمیت داره اینه که تختی وقتی زلزله بو این زهرا میشه، یه وانت رو در واقع کرایه میکنه، خودش میپره بالای وانت با یه بلنگو از این بلنگوهای سبزی فروشا، کمک مردمی جمع میکرده. یعنی به واسطه این کاراشه که تختی خیلی متفاوته و خیلی زنده مونده اسمش، چون مدال رو میاری، تندیس رو میگیری، جایزه ها رو میگیری، میذاری، آره همش میره توی خونه و توی در واقع بایگانی خونه های خودمونه. اون چیزیه که مردم شاید فراموش بکنن، ولی اینکه فعالیت های این چنینی من فکر کنم که هر آدم که چهره است مردم میشناسنش، حالا مردم یه جوری قبولش دارن، موظفه که این کارا رو بکنه. موظفه 100%. فکر میکنین کتابم احتیاج داره که یه کمپین پوشش، سفیر کتاب میخواد لازم داریم؟ 100%. چرا؟ 100%. من فکر میکنم حالا اصلا این چیزایی که تو حوزه سلامت برای من اینقدر مهمه، چون به نظر من اصلا مهمتر از سلامتی چیزی وجود نداره، اول از همه چی. حتی تو این سلامتی رو ما علاوه کتابا میتونیم در واقع در بیاریم، در از مثلا کتابی که حالا راجع به تغذیه است، راجع به مثلا دیابت، راجع به مثلا خونه، راجع به چیزایی که حالا مباحث پزشکی توشه، چیزایی که راجع به سلامت روانه، راجع به اصلا احساسات آدمه، همه این دقیقاً این چیزیه که. و میدونی شاید کمرنگ شدن این ماجرا به خاطر اینترنت و تلویزیون و رسانه ها شاید ما رو دور کرده، رسانه های جمعی رنگا رنگ و پر سر صدا و پر زرق و برقی که تمام وقت آدم رو میگیره دیگه. ما ها همسن و سالیم دیگه، حالا تعارف که نداریم. شما که ما دهه پنجاهی ها، نه آقا ما دهه پنجاهی ها که افتخار هم میکنم اتفاقا، نه آقا ما سنم کم نمیکنم. شما 59 و اینا هستیم، 56 یه روزمش یه روزم کم نمیکنم، وقت صرف کردیم آقا 54 سالم. اینه که ما حالا ما دهه های 50 به اونور دو تا شبکه تلویزیون یادتون باشه بشن. بله. یک دو برنامه هم که تموم میشد، یه تایمی برفک نشون میداد، شروع میشد با گل و بوته. آره بعدم شب تموم شد برفک، بعد جنگ برفک ها نشون میداد تلویزیون. ما خیلی رادیویی بودیم. بله. ما خیلی کتابخون بودیم به خاطر اینکه خب تفریحات دیگه هم وجود نداشت. مثلا من قصه یه شب رادیو رو هر شب گوش میدم. منم گوش میکردم. اصلا این آرمش رو که میزدی دیدین دین دین اون آرمه کلاسیکا بود. میزد اصلا قصه شب رو گوش میدادم. یا کتاب و مثلا اصلا پدر من خیلی اهل کتاب خوندن. اینه نگه دارینه. اینه هنوز کلی سوال دارم در مورد خودتون. من همه رو دارم میگم. قبلی که شما شربتتون رو یه قلوب بخور. مهمون دعوت کردیم، پذیرایی نمی کنیم. اینجا پاتوق کتاب بازه در خدمت خانم پرستو ساله ای عزیز هست. لطفاً کرم ضد آفتاب بمالید. این متنی از کورت ونگات که حالا در پایان یه توضیح دیگه هم براش دارم، به اسم متن سخنرانی کورت ونگات در دانشگاه MIT هم معروفه. لطفاً کرم ضد آفتاب بمالید. اگر میخواستم برای آینده شما فقط یک نصیحت بکنم، مالیدن کرم ضد آفتاب را توصیه میکردم. آثار مفید و دراز مدت کرم ضد آفتاب توسط دانشمندان ثابت شده است، در حالی که سایر نصایحی که من امروز مطرح می‌کنم هیچ پایه و اساس قابل اعتمادی
جز تجربه های پرپیچ و خم زندگی شخصی هم ندارند، اما به هر حال نصایحم را خدمتتان عرض می کنم. قدر نیرو و زیبایی جوانیتان را بدانید، البته اگرم ندانستید مهم نیست. به هر حال روزی قدر نیرو و زیبایی جوانیتان را خواهید دانست، زمانی که تراوت آن رو به افول بگذارد. اما باور کنید که 20 سال دیگر به عکس‌های جوانی خودتان نگاه خواهید کرد و به یاد می‌آورید چه امکاناتی در اختیارتان بوده و چقدر فوق‌العاده بوده اید. می‌بینید آنطور که تصور می‌کردید چاق نبودید. می‌فهمید که خیلی چیزها در بهترین شرایط بوده است تا شما احساس خوب داشته باشید. نگران آینده نباشید. اگرم دلتان می‌خواهد نگران باشید. فقط این را بدانید که نگرانی همان اندازه مؤثر است که جویدن آدامس بادکنکی در حل یک مسئله ریاضی. هر روز کاری انجام بدهید که شما را بترساند. با دل دیگران بیرحم نباشید و با کسانی که با دل شما بیرحم بودند سر نکنید. عمرتان را با حسادت تلف نکنید. تعریف‌هایی را که از شما می‌کنند به خاطر بسپارید. ناسزاها و توهین‌ها را فراموش کنید. البته اگر واقعا می‌شد آنها را فراموش کرد، راهش را به من هم نشان بدهید. نامه‌های عاشقانه قدیمی را حفظ کنید. صورت حساب‌های بانکی و قبض‌ها را دور بیاندازید. اگر نمی‌دانید می‌خواهید با زندگیتان چه بکنید، احساس گناه نکنید. جالب‌ترین افرادی که در زندگی‌ام شناختم در 22 سالگی نمی‌دانستند می‌خواهند با زندگیشان چه کنند. برخی از جالب‌ترین 40 ساله‌هایی هم که می‌شناسم هنوز نمی‌دانند. تا می‌توانید کلسیم بخورید. با زانوهایتان مهربان باشید. وقتی قدرت زانوهای خود را از دست دادید، کمبودشان را به شدت حس خواهید کرد. از خواندن مجلات زیبایی پرهیز کنید. تنها خاصیت آنها این است که به شما بقبولانند که زشتید. پدر و مادرتان را بشناسید و دوست بدارید. نمیدانید که تا کی با شما هستند. با خواهران و برادران خود مهربان باشید. آنها بهترین رابطه شما با گذشته هستند و به گمان قوی تنها کسانی هستند که بیش از هر کس دیگر در آینده از شما مراقبت خواهند کرد. به یاد داشته باشید که دوستان می آیند و می روند، ولی آن تک و توک دوستان نزدیک ارزشمندتان را به هر قیمتی حفظ کنید. سفر کنید. به بزرگترها احترام بگذارید. توقع نداشته باشید که کس دیگری از شما حمایت مالی کند. ممکن است حساب پسندازی داشته باشید. شاید هم همسر ثروتمندی نصیبتان شده باشد. ولی هیچگاه نمیتوانید پیش بینی کنید که کدام یک زودتر از دست میروند. خیلی با موهایتان ور نروید، وگرنه وقتی 40 سالتان بشود شبیه موهای 85 ساله ها میشود. نخ دندان به کار ببرید. دقت کنید که توصیه های چه کسانی را جدی میگیرید، اما به هر حال توصیه کنندگان را تحمل کنید. نصیحت گونه دیگری از غم غربت است. کسی که نصیحت میکند گذشته ها را از میان تل زباله ها بازیافت میکند، گردگیری میکند، روی زشتی ها و کاستی هایش رنگ جدید میزند و آن را به قیمتی بالاتر از ارزش واقعیش میفروشد. اما با همه نصیحت هایی که من کردم، لطفاً به من در مورد ماجرای کرم ضد آفتاب اعتماد کنید. بله، این متن بسیار بسیار جذاب و میتونم بگم بامزه کورت ونگات نیست، منسوبه به کورت ونگات، ولی در واقع این متن رو یک خانم ژورنالیست که اسمش رو من نمیدونم، یک خانم ژورنالیست نوشته بوده به اسم کورت ونگات. و وقتی کورت ونگات از این ماجرا با خبر میشه، اصلا بعدش نمیاد که هیچی، به نظرش میاد که این متن بامزه ایه که اگر حالا کسی هم منسوبش کرده به خودش، باز هم از نمکش چیزی کم نمیکنه. زندگی همینطوریه، یعنی اینکه ما یک زمانی چیزهایی به همون منسوب میشه که وقتی میبینیم که لطمه به همون نمیزنه که هیچ، حتی مثلا جنبه دیگری از ما رو بیرون از خودمون داره نشون میده، لذت بخشه. خانم سالی داشتین میگفتین؟ بله، خلاصه ما نسلی هستیم. پدرتون هم کتاب باز بودن؟ بله به شدت. و یه چیزی که بگم، من پدرم خیلی ما رو قصه باز بار آورد.
براتون قصه میخوندن قصه یا میخوندن و نوار قصه خیلی یادتون باشه شرکت 48 داستان رو یادتونه بله داستان های معروف جهان خدای 48 داستان یعنی قصه ها رو من منتظر میشدیم که نوار جدید نوار قصه تا بیام علی مردان خان کدو قلقله زن بله همه داستان های زورو بود رامین و رامش در جنگل بود یعنی یه قصه هایی بود که این عادت کردن به گوش کردن قصه از بچگی یعنی تو ما بود یعنی من تمام این قصه ها رو هر شب گوش میدادم من تو مثلا عمل مغز شدم تو 6 سالگی نیکه حتی تو بیمارستان اینقدر عادت داشتم به قصه گوش کردن 6 سالم بود هیچ وقت یادم نمیره برای اینکه نمیخوابیدم بدون قصه گوش کردن و اینا یه دونه ضبط کوچیک مثلا من شوهر عمه خدا بیامرز خیلی من دوست داشت این ضبط رفت خرید آورد که من شبا تو قصه تو بیمارستان قصه گوش بدم من خانم حنا رو خیلی دوست داشتم بله بعد این شعرهای در واقع خانم حنا رو میخوندم و اینا اینه که خیلی قصه باز اصلا پدر و مادر بار آورد مدیون پدرتون هستی خیلی به شدت کتابایی که مثلا در واقع یعنی کتاب خوندن و از سن خیلی کم شروع کردم اون موقع با کتابای مصور اول شروع شد و بعد یادتونه اولین کتابی که خوندین روتون خیلی تاثیر گذاشته چی بود اولین کتابی که خوندم خیلی زودم خوندم و یادتونه خیلی تاثیرم گذاشت کتاب دزیره بود کتاب جدیال کتاب کودکان و اینایی که تو مثلا بچگی خوندیم و بذاریم کنار دزیره رو من 11 سالم بود خوندم در 11 سالگی دزیره خیلی زود آره خیلی زود و اینقدر مثلا برام جذاب بود در واقع ماجرای یه ناپلون بوناپارت و اینا که الان داستان آره چون دزیره خیلی کتاب خیلی قصه واره یه جورایی یعنی خیلی کتاب نامفهوم مثلا نیست مثل صد سال تنهایی نیست دیگه. آره و آره یه جورایی و خب حالا اون حساب و اون چیزایی که توش وجود داره یه ذره نوجوانانه هم هست دیگه اینه که اون کتاب خیلی زود خوندم یه کتاب دیگه هم بود به اسم شاهزاده خانم محکوم که اون اسم کتاب روسی بود مال در واقع زندانای سیبری بود و اینا اونم از اون کتابای رمانای خیلی تاثیرگذار بود که آره خیلی اونم تو چون تو سن کم خوندم خیلی دوستش داشتم من چون خود برای خودم این اتفاق میفته از دوستانی که صحبت میکنین میپرسم به نظر شما این کتابایی که در کودکی نوجوانی خوندین توی نگرشتون توی روشی که تو زندگی انتخاب کردین و همین الان در مورد تصمیمایی که در زندگی روزمره میگیرین تأثیر گذاشته؟ خیلی زیاد مثلا از این دوتایی که نام بردین چه تأثیر تو این زندگی امروزتون گذاشته؟ از این دوتا شاید هیچ ربطی هم نداشته آره باشه شاید. این دوتا شاید کمتر چون حالا رمانای در واقع بیشتر احساسی بود و حالا تاریخی ولی مثلا کتاب شازده کوچولو از اون کتابایی من فکر میکنم برای بچه تا بزرگسال همیشه تأثیر داره یعنی اون ماجرا اهلی کردن روباهه و اینا اینا اصلا چیزاییه که به شدت یعنی هر چند سالت که بشه این شعرها تاثیر داره مثلا کتاب شعرهای سیلورستاین که در واقع برای کودکه ولی تاثیراتش اصلا مفاهیم عجیبی داره در که تو هر سنی هم آدم این کتاب رو میخونه یه برداشت جدید میکنه بله دقیقا برداشت خودتون میکنه چجوری شما یه کتاب برای مطالعه انتخاب میکنید؟ یعنی فکر کنید رفتین در یک فروشگاه بزرگ پر از انواع کتاب چی میشه که میرین سراغ فلان قفسه و فلان کتابو بعد من مودیم همینجوری نه مودم اینه که الان مثلا دوست دارم کتاب شعر بخونم آها الان دوست دارم کتاب فلسفی بخونم مثلا یه زمانی دوره خیلی که پیله کرده بودم به کتابای کاستاندار نویسنده آمریکایی آره خیلی مثلا دیدین که حالا تمه یه ذره یه جورای فلسفی تو رو فلسفه عرفان خودشناسی جورای آره این مدلی یه موقعی نه حوصله اونجور کتابا رو خوندن نداری دوست داری که مثلا رمان بخونی یه زمانی رمان بخونی یه زمانی از تاریخ یه زمانی خب شعر الان فروشگاه. مودم شعره مثلا مثلا میرین در فروشگاه میبینین این همه کتاب هست آیا سفارش دیگران روش تاثیر گذاشته یا اینکه مثلا کسی بهتون سفارش کرده فلان میپرسین اینو جایی مطالعه میکنین که الان کتاب جدید در زمینه شعر چی اومده یا اینکه چه جوری انتخاب میکنین چون من خودم همیشه میرم دوشه سردرگم کتاب فروشی اصلا مودی میرم دیگه یعنی یه هایی دلم میخواد مثلا فلان کتاب یه کتاب شعر جدید بخونم میرم از رو کتاب... اسمش انتخاب میکنین اسم... یه دوستی دارم خیلی کتاب خونه خیلی کتاب خونه و که مدام آره مدام در واقع کتابای جدیدم میچم مثلا یه وقتایی زنگ میزنم میگم کتاب خوب چی هست جدید چی اومده مثلا حالا نمایشنامه خوب حتی مثلا کتاب شعر خوب از اون سوال میکنم یا دوستای شاعر حالا مثلا مخصوصا معاصر یه وقتایی سوال میکنم که مثلا کتاب شعر جدید چی خوندی راهنمایی میگیرین پس 100 درصد چون آدم همه کتابای دنیا رو که نمیتونین وقت کنین یا سرچ کنین بدونین که چی در واقع اومده چی نیومده میوتون رو میل کنین اینجا پاتوق کتاب باز در خدمت خانم پرستو صالحی عزیز است
واسه من بخونی؟ اینو واسه من میخونی؟ من سواد ندارم. اه مدرسه نرفتی؟ نه. خب حالا ببین من برات بخونم. ببینم کتاب تو. من یکی دوتا از اینجا باید شروع کنم. چیه؟ این خوبه دنزون. چیکار کنم اینو؟ خب بخون روز برات بخونم؟ این چیه؟ کلاغ. نه که میتونی بخونی که. خب اینم که یک آدمه. آدم دختر بچه که داشت دکمه قلقلی. دکمه پیراهن من افتاد و چند تا قل خورد. کلاغه از راه رسید، دکمه را برداشت و برد. داد زدم آی کلاغه، کجا میری قار و قار؟ دکمه پیرهنم رو فوری سر جاش بذار. دکمهش کنده شده بوده؟ از اینجا کنده بعد شده. افتاده زمین، کلاغه برداشته برده. بله. بوس جوجه ای. جوجه پرتلای من هی خودشو لوس میکنه، نوک میزنه به صورتم، یعنی منو لوس میکنه. دوست داره دنبالم بیاد، کنار من لالا کنه، دلم میخواد یادش بدم منو مامان صدا کنه. خب اول بگید تفنگتون کجاست؟ تفنگمو؟ ما میخوام بیاریم تفنگمونو میدیم اونجا با آقاه، تحویل میدیم بعدم میاد. والا این تفنگتون نیاوردی؟ دیگه. خب با سب کن ببین اینا، بده من اینا چند ورقه است؟ یک دو سه. چی میگه؟ به کلاغه گفت این چیزا رو دیگه. خب کلاغه نمیتونه صحبت کنه. نه هم این داره با کلاغه میده. وقت اینجا میگه قورباغه مهمون داره، قوری و فنجون داره، چای میریزه با قوری تو فنجون بلوری، میخنده دندوناش کو، قند تو قندونش کو، قندها رو موش نبرده، خودش دلوپی خورده. بیدار میشه میبینه برف اومده، چه سرده، با این کلونه داره دنبال غار میگرده. قورباغه مهمون داره، قوری و فنجون داره، چای میریزه با قوری تو فنجون بلوری، میخنده دندونش کو. کلاغه از درخت افتاد، موشه کوچولو یواش یواش اومد به او غذا داد. کلاغ من خوابیده طولونش، خواب دیده یه جای دور توی غاره. تموم شد. من خسته شدم، دلم میخواد بریم استادیو. همزالی چه کنیم ما؟ یه کمپین پویش اصلا بزنین اسم براش، یه قول بدیم، قول بگیریم، قول بدیم به همدیگه که کتاب بخونیم. چه کنیم؟
قول دادنه که من فکر میکنم که حالا کمپین و پویا شو که گفتین یه ذره شما چون تخصص آره دارین سفیر هستین کمپین های مختلف آره شرکت کردین موفق یک مسابقه هشته تو اهدای عضو خیلی در واقع موفق بود. ببین من فکر میکنم که باید به هم قول بدیم ولی یه قول مداوم. من مخالفم با این حرکت های مثلا جوگیرانه همه جوگیر آره. میشن گرمن آو ایل کنین یه هوی همه مثلا تو یک هفته همه شروع میکنن راجع به یک چیزی صحبت کردن بعد تموم میشه میره یادشون میره اصلا فراموش میکنن اصلا مستمر بعد ادامه پیدا بکنه یعنی ما کتاب بازم که اینجا پاتوق درست کردن گفتن اینا هم یه هفته است مال نمایشگاه کتاب نه ما اومدیم تا کتاب نخونیم ولتون نمیکنه تا بیرونمون نکنن از آره ولی قول رو بیان شما بگید ما چه حرکتی چه فعالیتی بکنیم که این قول بتونیم بگیریم از مردم بهشون قول بدیم بهشون انگیزه بدیم که پای قولشون وایسن. ببینین من فکر کنم فضای مثلا مجازی این روزا خیلی در واقع بستر خوبیه برای اینکه ما بخوایم یه چیزایی رو به هم دیگه یاد بدیم یه چیزایی رو به هم معرفی بکنیم چون هممون وقت نمی‌کنیم که همه چی میگم سرچ بکنیم یا بدونیم اصلا فرصتش نیست و هیچ آدمی فکر نمی‌کنم تو دنیا بتونه راجع به همه چیز اطلاعات داشته باشه. یه روز تو هفته بیام انتخاب بکنیم هر هفته تکرار بشه یعنی هر هفته یه قولی به هم بدیم که یک روزو که مثلا یه کتاب رو هم معرفی بکنیم من بگم مثلا من این هفته این کتاب رو خوندم پنج شنبه ها مثلا این کارو بکنیم خیلی بهتره خوبه پنج شنبه آره دیگه فرداش تعطیله بلازم که فرداش تعطیله بعدم عصر جمعه یه وقته دلگیره آره کتاب میتونه حال آدمو در واقع میتونه وقت آدمم پر بکنه چه پیشنهاد خوبی آره پنج شنبه ها مثلا یه کتاب هر هفته ولی این کارو بکنیم یعنی این بشه جزء برنامه هفتگی و در واقع همیشگیمون که ما پنج شنبه ها این موظفیم که یک کتاب رو به هم معرفی بکنیم ولی مستمر قول هر پنج شنبه حالا ما پنج شنبه چون که پیش دوستان نیستیم و اینا ولی چهارشنبه یاداوریشو میکنیم هر پنج شنبه به هم دیگه قول بدیم که در برنامه قول پنج شنبه های اونجا گفتین چی بود اسم روبان نداری ما روبان کاغذی مثلا پنج شنبه های کاغذی بذاریم اسمشو مثلا خوبه پنجشنبه با کتاب آقای آره پنجشنبه با کتاب مثلا حالا پنجشنبه کاغذ شروع کنیم آره حالا ما قوله برامون مهمه آره. قول بدیم که هر هفته این پوستر رو بذاریم یعنی این صفحه ما موظفه که هفته یک بار یک پوست راجع به کتاب بذاریم کتاب معرفی کنیم به هم تشویق کنیم پس یه کار دیگه هم میتونیم بکنیم یعنی میتونیم اون پنجشنبه ها حتی کتاب به هم هدیه بدیم اینکه ایدئال اگر این کارو یعنی علاوه بر اینکه حالا میتونیم کتاب خوندن معرفی بکنیم یه کتابم بده دوستمون هدیه بدیم حتی از کتابایی که داریم حتما نریم نو بخریم حالا میتونیم کتابایی که خوندیم دوست داریم هدیه بدیم به دوستام گفتم استاد کمپین و سفیر برنامه‌های مختلف رو دعوت کردم پس هر پنج شنبه بذارین اینو من بعداً یه ذره بهش فکر کنم ولی ممنونم چه پیشنهاد خوبی دادید آره اسم خوب براش پیدا کنید اسم رو حالا پس بیان شما که شعر اینو اهلش هستین یه هایکو میتونین از اسامی کتابای توی قفسه ما بسازین ستایی هم باشه بیشتر نه ستا. که راحت باشین شما آزادین تا من دوربینم آماده کنم انتخاب کنین دارم که فیلم داشته باشد راحت باشین از همه مضمون ها میتونین اونورم کتاب داریم اگه خواستین نداری بزنین پس تا وقت من توضیح بدم دوستان با خانم صالحی که الان مشغول این هستن که یه هایکوه سه جمله‌ای سه سیلابی بسازم برامون از مضمون کتاب‌هامون قرار گذاشتیم که یک قولی به هم دیگه بدیم پنج شنبه ها به هم دیگه یک کتاب هدیه بدیم یا کتابی بخریم یا نه از آن کتاب‌هایی که داریم تو انباری نگرش می‌داریم یا پشت کتاب خونمه و سال به سال خاکش هم نمی‌گیریم برداریم 10 دقیقه یک رو ازش بخونیم پنج شنبه‌های کاغذی هم اسمیه که فعلا بهش رسیدیم ولی بعد بهتون میگم به انتخاب کردین به دوربین خودتون نشون بدین من بخونم براتون بخونیم ظهور ماه به روایت آه تنها بعد خوندین آه ظهور ماه به روایت آه به به تنها عشق حقیقت دارد چه قشنگ ممنون نه دو تا اولیش خیلی خوب شد ظهور ماه به روایت آه تنها عشق حقیقت دارد برنامه امشب سینمای درام ممنون از لطفتون یک عکس یادگاری هم بگیریم خیش دوربین قدیمی هاست شبه قدیمی هاست دیگه ولی از همون عکس های فوری در لحظه رو ثبت میکنیم ما باید توی اون آینه باشیم باید باشیم بله سه دو ممنون چه جالب تا این ظاهر بشه
خدمت شما باشه. ما یه یادگاری کوچولو هم براتون داریم از برنامه کتاب باز. بیام اونجا؟ میتونین بیاین. بله بفرمایید، بعد انتخاب کنین. شخصیت‌های ادبی هنری لابلاشون هم تک و توک منو ضایع می‌کنن، کاراکترها هم گذاشتن. مثلا آرش کمانگیر بود یه زمان. کاوه آهنگر است، آرش کمانگیر هم گذاشته بودن. ولی هر کدوم دوست دارین ما به رسم یادگار از طرف بچه‌های پاتوک کتاب‌باز تقدیم می‌کنیم. وای الان دو تا مورد خیلی بیشتر از همه دوست دارم. یکی قابل نداره ولی یه دونه ببر. منظور که الان بین این دو تا گیر کردم، یکی خیامه. آها خیام جزو پرطرفدار. آره خیامو خیلی دوست دارم. خیام نیشابوری. آره میگه که جامی است که عقل آفرین میزندش، صد بوسه ز مهر بر جبین میزندش، این کوزگر دهر چنین جام لطیف میگفتین میسازد و باز بر زمین میزندش. خیامو خیلی دوست دارم. اخوان ثالث هم خیلی دوست دارم. الان بین این دو نفر انتخاب کنین. اخوان ثالث رو انتخاب کنم. اخوان ثالث سلامت رو با احترام تقدیم به شما. مرسی، دستتون درد نکنه. خیلی عالی، ممنون. عکسمون هم ظاهر شده. ممنون. آها چه عکس خوبی شد. آره. به نظر میرسه دست من داره روز به روز بلندتر و بلندتر میشه که عکسای بهتری میگیره. مونوپاد آقای سهی تبدیل شد به مونوپاد خوبی. خیلی لطف کردی. ممنون از لطفتون. ممنون از هدیه خوبتون. چیزی میخواستین بگین که من یادم رفته بپرسم یا فرصت نشده؟ ممنونم. فکر میکنم همه حرفا رو زدیم و انشالله که سر قولامون هم بمونیم. انشالله. و اینکه قول پنجشنبه کاغذی پیشنهاد خانم صالحی یادتون باشه. آره منم آدم بد پیله ایم دیگه، از اینا نیست که یه چیزی بگم من یادم بره. اگه نخونین کار بعد خانم صالحی میان تو فضای مجازی حالتون رو میگیرن. ممنون از شما، ممنون از دعوتتون. انشالله که برنامه‌تون هم همینجوری خوب همین با همین روال پیش بره و حالا هم ادامه داشته باشه. ممنون و متشکرم. خیلی ممنون. لطف کردین شربتتون رو میل کنین. چشم. در خدمت خانم پرستو صالحی بودیم. دارن ما رو ترک میکنن. اینجا پاتوق کتاب باز. ظهور ما به روایت آه تنها عشق حقیقت دارد. دوستتون دارم چون دوست داشتنی هستید. فردا مطمئنن روز بهتریه. امیر حسین صدیق هستم، کتاب باز. بهتون شب بخیر میگم و کتاب باز.